بل دوستای عزیز، ما مواد را که میخواستیم به خاله زیبا بگیریم او را گرفتیم و در بیرون است و از همکارای عزیزم هم میخواهیم که او را بیارن داخل به خاله زیبا. بچه یکش که موتاد شده و نیست، ناپدید است، گم شده، اینجا هم عکسش بند کردن. ما دیگه این بچه یکم از دمی یک اولی میشینه ما کرام میتم دیگه سای با خانم رای مست اینو هم سای گکم هستن. بنام خداوند یک تای مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزا. امید که دارای صحت کامل باشین، روزهای ماه مبارک رمضان به خوشی سپری کنین و امروز باز هم ما سحرک بری در خدمت شما عزیزا قرار دارم. امشب باز هم دو مهمان نه بلکه سه مهمان نازنین امشب در برنامه با خود دارم و یک مهمان ویژه قاری صاحب با خود در برنامه دارم و یک دو مهمان دیگه همچنان فامیله که مستحق هستن. در قدم نخست سلام بر شما قاری صاحب عزیز. و علیکم سلام، ما هم به نوبه خود سلام های خود را خدمت شما و خدمت سایر دستندرکاران شما و بیننده های تلویزیون شما و خصوص دوستایی که در اینجا حضور دارند، به همه دوستان سلام های خود را تقدیم میکنم و در مقدمه ای که ماه مبارک رمضان، یک ماه بسیار با برکت، با عظمت، یک ماه بسیار با فضیلت، بالاخره که همان گونه که از نام ما دانسته میشه که ماه مبارک گفته میشه، واقعا که یک ماه بسیار با برکت است و ما بخصوص از کسایی که چنین برنامه را تشکیل دادن و به شمال شما دیگه دوستایی که همکاری کردن بسیار سپاسگزار هستم که یک برنامه بسیار زیاد که بگم از لحاظ جنبه تشویقیش و از لحاظ جنبه ای که کسایی که روزدار هستن روزه گرفتن طاعت عبادت خدا را بجا کردن و اینها برای مردم یک انعکاس داده میشه و این خیلی دارای یک فضیلت و دارای اجر و ثواب و پاداش میباشه. استاد تشکر میکنم. سلام برادر بر خودتان. سلام علیکم امشیری قند، صحت شما خوب است؟ خوش باشین. استاد تشکر. سلام علیکم به خودتان. سنون خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ قربانتان، خیلی زیاد خوش آمدین. قربانتان. عزیز دقایق اذان محمدی همچنان نزدیک است و فکر کنم که اذان هم همچنان هست. قاری صاحب عزیز یک دعا کنیم، دو باز از او باز دیگه قصه های شیرین شما را از عزیزای خودم می داشته باشیم در برنامه. بفرمایید. اللهم اینی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اللهم حصل مراداتنا و مقصوداتنا فی امور دین و دنیا و الاخره و اوصلنا الی جمیع مقاصد خیرنا و تب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم. الهی به برکت روزه مبارک ملت افغانستان، در افغانستان یک اتفاق، اتحاد و صمیمیت و محبت به ملت افغانستان نصیب بگردن. پروردگار به برکت این روزه ماه مبارک رمضان و به عظمت ماه مبارک رمضان در افغانستان یک صلح و ثبات دائمی را برای همه ملت افغانستان نصیب بگردن. پروردگار به برکت این روزه ماه مبارک رمضان تمامی مشکلات ملت مردم افغانستان را مرفوع بگردان. پروردگار مطالب و مقاصد شرعیشان را برآورده بگردان و از بلاها، آفتها و مصیبتهای زمینی و آسمانی و همهشان را محفوظ بگردان. پروردگار آنچه که ملت افغانستان آرزو دارند، طمع و توقع دائمی داشتند، پروردگار را به مطلب و مقصد شرعیشان برسان. و ای دوستانی که در این عرصه بخصوص به مردم فقرا، مساکین، مستمند، مردم مستحقینی که کمک کردن و خداوند متعال این کمکایشان را و این همکاریایشان را و این صدقاتشان را به درگاه خود قبول و مقبول بگرداند و عوضشان را در دنیا و آخرت برایشان نصیب بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. تشکر قاری صاحب عزیز، شما هم بگیرین که روزه را افطار کنین. عزیزای دل، دقایق افطار ماه مبارک رمضان است و روزه های خود افطار میکنیم. قصه های شیرین قاری صاحب همچنان از عزیزای ما باقی مانده. در قدم نخست یک تشکری خاص میکنم از الیاس جان عزیز، جهان سپاس، از مبلغ 5000 افغانی که امشب به این فامیل مستحق از کشور لندن که شما کمک کردین. بسیار تشکر میکنم، قلبا سپاسگزار هستم از شما که
شما امشب یک فامیل بتونستین که حداقل کمک کنین و با می کمک شما همه ما خوش شدیم از زو و با امید از اینکه خداوند حجرش و پاداشش برای خودت همچنان نصیب بگردانه. عزیزای دل یک وقفه کوتاه میگیریم تا اینکه نان نوش جان کنیم و تا اینکه ما نان نوش جان میکنیم عزیزای دل میریم به طرف تصویری که از خانه عزیز دل ما آماده شده و ببینیم که زندگی را به چه گونه بسر میبره. همکارای عزیزم اونجا رفتن. میریم به طرف تصویر از خانه خانمی که امشب در برنامه داریم و عزیزا دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز سلام، خسته نباشین. هر کجایی که هستین خدا کنه جور صحتمند باشین و رمضان به خیر سپری کنین و ما هم براتون دعا میکنم که همیشه شاد و خرم و همیشه صحتمند باشین تا بتونین که رمضان به خیر سپری کنین و روزهای روزه را به خیر بگیرین. پیش خانی خاله زیبا هستیم و امروز میخواهیم که خاله زیبا را در برنامه افطاری خود با خود ببریم و مهمانش کنیم و حال هم میریم پیش خاله زیبا و ببینیم که خاله زیبا چی میکنه. دوستان عزیز ما را همراهی کنین تا بریم پیش خاله زیبا، تا که خاله زیبا بر ما واس میکنه دروازه را ببینیم که خدا کنه در خانه باشه. خاله زیبا سلام. خاله جان خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ شما خوب هستین؟ چی حال دارید؟ تشکر، زنده باشی. خدا کت خوب هستی؟ بچه قندول سمندول خوب است؟ تشکر، زنده باشی. زنده باشی، هنوز هم در بغلت هستم. قندولک نازدان هست، بچه یک خاله زیبا نازدان هست. خوش شدم خاله جان، باز هم پیش خودت آمدم و امروز همراهت هستم یک جا. بله دوستای عزیز، ما مواد را که میخواستیم به خاله زیبا بگیریم او را گرفتیم و در بیرون هست و از همکارای عزیزم هم میخواهیم که او را بیارن داخل و خاله زیبا تسلیم کنیم و شما هم میتونین تصویر را ببینین. و همچنان ما آمدیم پیش دروازه خاله زیبای قند که این خانیش است و اتاقی که فکر کنم در این حولی چند نفر زندگی میکنه و این اتاق مربوط خود خاله زیبا میشه. در بخش اول برنامه هستیم و داخل خانه خاله زیبا شدیم و قسمی که میبینین خاله جان چند اتاق است که خودت زندگی میکنی؟ در چند اتاق خودت زندگی میکنی و هستی؟ یعنی یک اتاق هست، یک اتاق داری. باز دولتان چند فامیل زندگی میکنن؟ سه فامیل، سه خانه است و دو همسایه است. آها، خودت کرایی هستی دیگه. خودم امرایت بلدیت دارم، آمدیم از دردت، از مشکلاتت، از اقتصادت، از همه چیزت آگاه هستم. اما بعضی دوستای عزیز ما هستن که آگاه نیستن، از خاطر سوالا را از پیش پرسان میکنم تا اونا هم ببینن آگاه شوند. خاله جان قند گفتی که سه فامیل در اینجا زندگی میکنن، با سوناش تو آیا زندگیشون خوب هست؟ امرایتان کمک میکنن نمیکنن؟ چرا رقم خیلی بینم صاحب خانه میکنم، از وقت که رمضان شده دیکاسه من نمیکنم. خب امو روان میکنم، امو برم روی میکنم، من یک چای دم میکنم. خیر ببینه زنده باشه. صاحبه که مکه هست اونو بسیار دگه وزش خراب است، بچاره نون شب و روز خود پیدا کردن. دو فامیل هستیم که بسیار جه نو تاون هستی. آها، خداوند مهربان است. خاله جان خندید و بچه‌ها کوچیکک تون است. قسمی که میشناسمش، قسمی که بیشتر خاله زیبا بر ما گفت بچه‌ها کش که معتاد شده و نیست، ناپدید است، گم شده. اینجا هم عکسش بند کردن بچه‌ها که جوان. خاله جان چقدر بچه چند ساله بود اینجا؟ بسیار جوان معلوم میشه. چند ساله است اینجا؟ اینجا دیگه 21 سال است. ترکیه رفته بود. روش کرده بودم به باش که بچه دارم، یعنی چیشه که اون امو روزگارتان به چلانمو کار کنن. نه، اما برتان خبر بد آمد که معتاد شده. یعنی ترکیه هم نرفته دیگه هیچ؟ نه دیگه، نمیشهر کابل اونا زیر پلاس دیگه نیفون کچاست. خب خاله جان قند بر من میشه آشپزخانه تان نشان بتین که آشپزخانه تان در کجا هست؟ خاله جان آها، کاسه کردن ندارم، چیزی ندارم، همین جای خانه برم میکنم، این یک نون خشک یک چیزی میکنم، یک کلوشوی میکنم، یک چی میکنم، من میره برآورده بر میکنم. مشکل است، واقعا مشکل است. این هم آشپزخانه خاله زیبا هست که این همینجا روزگار خدا میچلانه، زندگی خدا به پیش میبره. خاله جان بفتاری چی آماده کردی اگر امرای من نری؟ دیگه هیچ، ما ویلی خدا هستیم دیگه، این صاحب خانه بر ما میکنه. اگر صاحب خانه نکنه باز گوش نمیمانین؟ یک چای دم میکنیم، یک نان چای، یک چیز میخوریم. زیاد سخت است. خاله جان باز به سحری خودتان چی خوردین؟ به سحری چی آماده ساخته بودی؟ همین نان چای میخوریم، تو چیز نداریم که ما بخوریم.
خاله جان قند خود دم کار سابقت هستی اون کار میکردی ازم سابق دنگه همیار جایی که برم زنگ بزنن و بخاطر صفاکاری یا نیکلوشون ترو میدم کار میکنم یعنی مشخص نیستم نی نی باز روز چند با دست میاری خب میشه دیگه یک ساعت دو ساعت میشه کار کنم کرای خانه چند است یک و نیم هزار خب خداوند مهربان است مادر جان قند بسیار مشکل است قسمی که بر ما گفته بودین بچه یک تانه باز نگاه میکنه همسایه تان به خاطر که جایی که خودتان کار میکنین دیگه اجازه نمیتن دتمن ده خانه دیگه کار میکنین به یک فامیل واقعا زیاد سخت است واقعا زیاد دردآور است دلادم واقعا زیاد میرنجه او هم در رمضان که از صبح گشنه بانی و حتی تا افطاری اما دفتاری هم چیز پیدا نتونی که افطار کنی واقعا زیاد سخت است مادر جان قند امشب خودت مهمان ما هستی درست است در افطاری ان شاء الله میخواهیم ای خواست ما از آرزوی ماست که خودت همراه ما بری و دفتاری مهمان ما باشی خودت قبول داری انشاءالله سلامت باشی زنده باشی دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم پس دوباره برمیگردیم دوستای عزیز خاله جان عزیز امشب مهمان ما هست دفتری اما شما میتونین که ادامه برنامه را با سحر جان دنبال کنین و همراه از اونا باشین و کابل وایس پلاس تنها نمانین و همچنان سابسکرایب لایک کامنت فراموش تان نشه و تشکر از کامنت های زیبا و مقبول تان و همچنان تشکر از همه عزیزایی که همیشه کمک میکنن همیشه دست نیازمندها را میگیره و همچنان تشکر از بنیانگذار کابل وایس پلاس فواد عزیزی و همچنان از بنیان خیریه کابل وایس پلاس از همه شما سپاسگزاری میکنم و همچنان از همه هموطنای عزیزم که همیشه ما را همراهی میکنن همیشه کامنت های زیبا میتن و همیشه ما را تشویق میکنن تا برنامه بعد همه شما را به خداوند یکتا میسپارم اما ادامه برنامه با سحر جان و خاله زیبا جان باشین عزیزای دل یک بار دیگه شما از اون را خوش آمدید میگم در دقایق برنامه و قاری صاحب همچنان با خود داریم و خانم زیبا را همچنان خانم زیبا سلام بر خودت خوب هستین سلام تشکر زنده باشم شما خوب هستین تشکر قربانتان یک معرفی کوتاه خود اسمتان چند طفل دارین شما اسمم زیباست دو تا بچه دارم یکیش دو سال است یکیش 25 سال است دیگه او یک معتاد است دیگه در خانه نمه شوهرم فوت کرده دیگه سه نفر هستیم در خانه بله مصرف خانه خرچ خانه تان چطور میشه خانم زیبای خانه دیگه خودم خورقن کار میکنم بعض کالوشی ها رو میکنم این صفاکاری میکنم دیگه خدا مهربان است زندگی چگونه سپری میکنی؟ با کی ها همراه خودت زندگی میکنن؟ با وجود که گفتین یک بچه شما محتاط هستن و با کی زندگی میکنین شما؟ ما دیگه دونیم بچه ها کم از دمی یک اولی میشینم کرامیتم دیگه سای با خانه هم رای ماست اینو هم سای اگه هم هستم کتی نمیو هستم دیگه در فعلا در خانه ما این دو نفر هستیم چون هم سایی کسایی که در چهار دو بغل تان هستن تو با هم کمک کردن میکنن نه دیگه اتر نمیکنن تا می سای بولی ما از روز که رمضان شده هم رای کمک میکنن دیگه چون من نمیتونم همی غذای همی سر شم رای میکنن کرای خانه را باز خانم زیبا چطور میکنی؟ من نمی کنیم هزار کرای خانه مزدگی نمی صفاکاری میکنم یا کالوشیو میکنم بعض روز کارم نمیشه دیگه خدا مهربان است جور میکنیم خودت با وجودی که میبینی که یک طفل هم داری و تنها هم هستی چقدر خودت تنهایی خود احساس میکنی؟ بسیار سخت است خورقن نگه برم یک سرپرست نیست یک چیز نیست نگه بسیار برم سخت میشه خصوصا با وجودی که طفلکم خورد است دید زندگی بسیار برم مشکل است سرپرست ندارم زندگی هست خداوند ما شما را مرده های ما را ببخشد شما سب کنید لبا سنده باش تایی که یک زندگی پر از خوشی و خرش قدم های خود چه زنده باشین خانم زیبای قند امشب مطلب 5000 کنی برای خودت کمک شده درست یوزیم از کشور لندن برای خودت کمک کرده تشکر میکنم زیاد از شما برنج و گروهن و همچنان مواد خوبی برشان گرفتیم و همچنان نگفته نمونه که این هم بلش است که برای شما همون مواد را که ما همه روزه برای اجزای دل میگیریم تشکر زنده باشیم یک دل هم میدوسته باشیم به دلیل ازی که ما همون حق به حق دارش بسپاریم زنده باشیم و نگفته نمونه اجزای دل که در بل نوشته است که چهار از همون ده افغانی
به دلیل از اینکه 500 افغانی کرایه بهتر از یک طرف و 500 افغانی هم کرایه روی این طرف شده به خاطر ما مبلغ 4010 افغانی را در بیل برای حدود داشته کردیم که این بیل هم برای خوده تشکر زنده باشیم که بتانیم که صادقانه ما بتانیم برای خوده کار کرده بتانیم و یا هم بیل صادقانه برای خوده تسلیم کرده تشکر زنده باشیم افغانی که از روی دل برای کرایه رایشون است و اینی هم تشکر میکنم از شما زیاد از زایی که برای خودت کمک کرده البته از زایی که برای خودت کمک کرده الیاس جان است خودم گفتنی اگر برای الیاس جان باشه تشکری زیاد ازش میکنم که همچون غریبا را کمک میکنن تشکری زیاد ازش میکنم خیر بینه خدا ها نجد شدش زنده باشی ما هم بسیار تشکر میکنم تشکر از شما برای خودت انشاءالله دیگه خوشی های زنده باشی خدا نگرید خیلی بگیر کنه مثل هر براتون همیشه کرنم زنده باشی خدا نگرید مشکلات اصابه همه گیم باشی ایلای امین زنده باشی از خزانه غیر بشتی دو وسیله موشی زنده باشی خدا نگرید همچنان برادر خود همچنان خدا کنه که خودت دوی بعدم برنامه را خسته نشده باشی خوب هستین انشاءالله شکر فعل خدا بشیرت تشکر نام ما اسلام الدین است یک تن از باشندگان کابل هستم اسلام الدین بیادر بیاین بگوین در رابطه با خانم زیبا بگوین که چقدر مشکلات دارن چقدر در شب و روز خود در مشکلات سپری میکنن از اینا خب بسیار زیاد مشکلات چیز است که تفلکشان هم خورده است بله. خودشان هم شوهرشان فوت کرده بله. دیگه بچهکشان هم معتاد است همسن سال ما شاید باشه یاد ما کده کلان یا خورد دیگه بسیار چیز است چقدر کمکش میکنین شما چقدر به عنوان یک فرد و عنوان یک جوان شما هم حیثیت بچه شا دارین دیگه چقدر برشان کمک میکنین شما ما دیگه چی دیگه دست ما بیا از واسه ما پورا باشه برشان میکنیم خداوند حجر شد برای خودتان انشاءالله نصیب کنه تشکر زنده باشی زنده باشی قربانتان که تا اینجا قدم رنجیدین شما بخیر باشی سر تشکر از خودت شما هم چنان تشکر عزیز میرم که خوری صاحب شب الیاس جان از کشور لندن برای خانم زیبا مبلغ 5000 افغانی را کمک کرد نظر خودت چی هست کدام گفتنی اگر برای الیاس جان داشته باشین از برنامه در مقدمه البته از برادر عزیز ما الیاس جان که از لندن یاد آوری فقرا و مساکین مردم ملت افغانستان را کردن و متوجه به فقرا و مساکین ما هستن یک جهان سپاسگزاری میکنیم و در این شک و شبه نیست که الله تبارک و تعالی به همچو ثروتمندا و یا تجار یا سرمایه‌دارای وطن ما که در هر گوشه و کنار دنیا زندگی میکنه و کمک و همکاریشان به مردم فقرا و مساکین میرسه همان چون که در هر حدیث شریف گفته شده خداوند متعال اجر و ثواب و پاداش بی پایان برشان نصیب بگردانه واقعا که جای ستایش و سپاسگزاری است از همچو تجار و یا از همچو اشخاصی که متدین مسلمانی که ملت و فقرا و مساکین افغانستان را به یاد دارن یک جهان سپاس و همچنان بسیار زیاد تشکر می‌نمایم. زنده باشین. ببین در رابطه با ماه مبارک رمضان هم از شما سخنایی داشته باشیم قاری صاحب معزز که با شما چه گفتنی‌های دارین در این ماه مبارک پر از فضیلت عزیزای ما چه کارها را انجام بدن به نظر شما؟ جای اشراکی نیست که با واقعیتش ماه مبارک رمضان یک چانس طلایی برای همه افراد و اشخاص مسلمان می بوده باشه و یک امتیاز الهی است و چونین یک چانس طلایی و یا امتیاز الهی را هیچ فرد از مسلمان نباید که فراموش بکنه و این چانس نباید که دست به هر کسی که در این ماه مبارک رمضان طاعت و عبادت خدا را میکنه یا ای که روزه میگیره نماز میخونه و یا تلاوت قرآن عدمشان میکنه یا مثل برادر ما الیاس جان به فقرا و مساکین و مردم و ملت افغانستان همدردی که کردن همکاری که کردن چنین کمک ها را میکرده باشه تمامی از این از یک اجر و ثواب و پاداش کاملا که در روز قیامت الله تبارک و تعالی در میزان حسناتشان میاندازند و این را قبول و مقبول میگردانه یک اجر و ثواب و پاداش بی پایان برشان میبوده باشه و هر یکی از تجاران کشور ما ثروتمندان کشور ما باید که در این ماه با که اولش آن رحمت است اوسط آن مغفرت است و دی اخر آن نجات از آتش دوزخ است چنین شانس طلایی را نباید از دست بدهند یعنی برای همیش مردم فقرا یتیم بیوه
مسکین وطن ما را باید به یاد داشته باشه و همدرد باشه، به ایشان باید همکاری و کمک داشته باشه. بسیار خوب، تشکر میکنم قاریچه عزیز از خود. همچنان یک بار دیگه هم جهان سپاس قلب تشکر میکنم از الیاس جان که از کشور لندن مبلغ 5000 افغانی را برای خانم زیبا امشب در برنامه کمک کردن. ولی امشب ما برای خودت الیاس جان یک گفتنی دارم که من منتظر به نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه باشه، راجع به خودم باشه، راجع به چنل یوتیوب صدای کابل باشه. زیرا هستم و میپذیرم و هر عزیزی که کمک کنن من حق به حقدارش میسپارم انشالله. و امی خدمت را که مثلا شما کردین بر افغان ما بسیار تشکر میکنم، قلبا به عنوان یک انسان من از شما تشکری خاص میکنم. قاری صاحب معزز، اگر یک تلاوت قرآن عزیزشان اگر شب در برنامه از شما داشته باشیم چقدر خوب خواهد شد. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. پروردگار به برکت تلاوت قرآن عظیم شان که این ماه مبارک رمضان یک نوع خصوصیت با کلام الله دارد، به خاطر که تمام کتاب‌های آسمانی در ماه مبارک رمضان به هر پیامبر نازل گردیده، پروردگارم مردم ملت افغانستان را به برکت این روزه ماه مبارک رمضان و به برکت کلام قرآن عظیمشان و به حرمت حبیبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از این نفاق و شقاق و اختلاف نجات بفرما. پروردگارم ملت افغانستان را و برکت این ماه مبارک دعاهایشان را تبو قبول و مقبول بگردان. پروردگارا به عظمت و فضیلت و برکت این ماه مبارک رمضان قتل و قتال و جنگ و جدال را از افغانستان بیوردار. پروردگارا به عوض آن اتفاق اتحاد برایشان، محبت و اخوت و همبستگی و یک پارچگی برایشان نصیب بگردان. پروردگارا در افغانستان یک صلح دائمی و پایدار را برای ملت افغانستان نصیب بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم. بسیار تشکر میکنم. خداوند اجرش بر شما همچنان به تقاری صاحب عزیز و برای فواد جان عزیز که بنیادگذار چنل یوتیوب صدای کابل است، خداوند بر خودت همچنان اجر و پاداشش نصیب کنه. و ما خدای ما همیشه همی است که تمام شما عزیزایی که در چی در داخل و چی در خارج از افغانستان به سر میبرین، در دیار غربت هستین، همتون صحت کامل داشته باشین، خوشی های بی پایان نصیب همتون شوه. ما فقط دعا بر شما کرده میتونیم و شما عزیزایی که دست فقرا را میگیرین و همیشه توقع و تمنای ما به عنوان یک شخص از شما ای است که شما دست فقرا و یتیم و بیچاره ما را در افغانستان که هستن زندگی میکنن شما بگیرین. و باز هم منتظر به نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه باشه، راجع به خودم باشه، پذیرا هستم و همیشه میپذیرم. و فراموش نکنین همچنان که چنل یوتیوب صدای کابل سابسکرایب کنین و همچنان ویدیوهاش لایک کنین. باز هم من منتظر به نظریات شما عزیزان میباشم. و جهان سپاس میکنم خانم زیبای عزیز که امشب در برنامه آمد و سفره را که ما خانم زیبای قند برای خودت آماده ساخته بودیم، سفره برای خودت بود، برای قاری صاحب معزز بود. امشب خدا کنه که ما یک چند لحظه سفره را بر شما رنگین تر ساخته باشیم. تشکر، زنده باشین. از این کمک که بر ما کردین زنده باشین. خیلی زنده باشین. قربانتان با امید که شما همچنان صحت کامل بخیر داشته باشین. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
زنده باشی. آخرین پیام خودت، آخرین گفتنی خودت که شما را عزیزایی که میبینه چی هست؟ شب گفتنی خودت چی پیام میدی براشون؟ همین گفتنیم است که هر کسی که در خارج است، داخل کشور است، که یک ذره وضع اقتصادشان خوب است، همین غریب و غربه را کمک میکنن، همین بر ما هر چیز است، زنده باشن خدا. انشاءالله دیگه در دعاهایتان خواه الیاس جان فواتی. نه انشاءالله، نه خدا من اجر شب دید. زنده باشن خدا جان و جور بتشن. زنده باشن خدا من اجر شب دیدشن. خدا همچنان از خودت برادر عزیز بسیار تشکر که تا اینجا آمدین، قدم رنجیدین با خانم زیبا، خداوند اجرش با شما همچنان بده. زنده باشین. تشکرم شیری عزیز خان، از شما هم تشکر، از فوا جان هم تشکر. بسیار تشکر. کدام پیام اگر خودت داشته باشی بر عزیزای تمیل از خودت بیننده هستن، چی پیام میتی برشان امشب؟ پیام ما به متنان عزیز ممی است که صلح و آرامی سرتاسری در جهان به بخیر می کسایی که کمک میکنه، که ته غریب و غربه را دستش میگیره، خداوند دستش بگیره. تشکر. و همچنان تشکری خاص میکنم از قاری صاحب عزیز که با تلاوت قرآن عظیمشان برنامه ما را رنگین تر ساختن. و آخرین پیام خودت قاری صاحب عزیز امشب در برنامه بر عزیزایی که خودت بیننده هستن، چه پیام میدی امشب بردان برشان؟ یگانه پیام اولین و آخرین ما برای هموطنهای عزیز مایی است که در این هیچ شکی نیست که در وطن ما به اثر چندین دهه جنگ خیلی یتیم و بیوه و فقیر و مسکین معلول و معیوب داریم، که حتی اکثرشان حد افطاری سر شب را ندارن، توانمندی سحری را ندارن، و این تجارای ملی ما که در کشور ما که اکثرا مردم های بسیار ثروتمند هم داریم، اگر حد اقل زکات مالشان را که یک فریضه است امور هم برای فقرا و مساکین کمک بکنن، انشاءالله مردم ما از چنین فقر و بیچارگی نجات پیدا میکنه. امیدوار هستم که همه ثروتمندای ما با مردم فقیر و بیچاره و مسکین و مایب ما هم درد شوند، یک توجه همکاری بهشان داشته باشند. ما هم در حقشان دعا میکنیم و ازشان سپاسگزاری میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. زنده باشین. بسیار تشکر میکنم از قاری صاحب معزز، همچنان سخنهای خیلی خوب داشتن که به شما عزیزا گفتن. و ما همچنان میگفتنی ما هست که شما اگر زکات دارین، زکات مالتان روان کنین بر عزیزایی که در افغانستان هستن، واقعا مستحق هستن عزیزا. شما باور کنین شما خود در داخل افغانستان نیستین. ما خب با وجود که اینجا حضور دارم، اگر ما کمک کرده نمیتونم، اما قدر میتونم که با یک عزیز خود بشینم و غم شریکی کنم، شاید اما قدر از دست ما شود، شاید از او زیاتر من نتونم. اما باز هم از شما عزیزایی که توانمند هستین، میتونین امو با گفته خود قاری صاحب معزز ما که امو زکات مالتان هم اگر روان کنین، باور کنین که مردم ما از این بیچارگی، از این فقر و بیچارگی انشالله که میبراین، و با اونمو پول که شما کمک میکنین یک ماه مبارک و یا هم ضمن از اینکه خارج از اینکه ماه مبارک رمضان است، هر وقت که شما کمک کنین یا حداقل یک ماهشون، حداقل امو سفرهشون میتونین که شما عزیزا رنگین تر بسازین. بازم تشکری خاص میکنم از شما بینده های خوبه که تا این لحظات برنامه رو با ما بودین. و همچنان یک تشکری دیگه همچنان از اجمل جان میکنم که تا این لحظات برنامه را با ما بود، در پشت کمره کار میکرد. همچنان از بلال جان عزیز بسیار تشکر میکنم، از تمام همکارا، تمام کارمندای چنل یوتیوب صدای کابل تشکر میکنم، از بخصوص از فوا جان عزیز که بنیادگذار چنل یوتیوب صدای کابل هست. و یک تشکری خاص آخر از الیاس جان عزیز میکنم که از لندن امشب کمک کردن. عزیزای دل، این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما عزیزا کردیم. خدا کنه که مورد پسند شما عزیزا قرار گرفته باشد و همچنان شما دیگه عزیزایتان کمک کنین. تا دیدار بعد که باز هم خدمت شما نازنینا قرار میگیرم. خدا نگهدار همه شما. لبخند هیچگاه فراموش نکنین.